وقتتون بخیر خانم کسمایی. نویسنده های ایرانی در این نامه چه نکاتی رو به آقای مکرون یادآور شدن؟ سلام میکنم به شما. خب ببینین، چه نویسنده های ایرانی، چه فعالین حقوق بشر، چه دانشگاهیان بارها بارها در این روزها نامه دادن و از آقای مکرون و اصولا تمام سیاستمداران غربی خواستن که در کنار این جنبش بایستن و از دست این حکومت رو نفشارن، چنان که آقای مکرون در سازمان ملل دست ابراهیم رئیسی رو فشرد و برای ما فرانسوی های دوتا بیعتی، خب این خیلی دردناک بود. امروزه حتی جامعه روشنفکری فرانسه هم این خواستشه، برای اینکه رسیدن به این آگاهی که مبارزه‌ای که امروز داره در ایران جریان داره فقط آینده ایران رو رقم نمیزنه، بلکه میتونه آینده نه تنها منطقه رو بلکه حتی آینده اروپا رو هم رقم بزنه و جهان رو، یعنی فصل جدیدی در جهان ایجاد بکنه. به جامعه روشنفکری فرانسه اشاره کردین، فضای این جامعه رو چطور میبینین نسبت به اونچه در ایران در حال وقوعه؟ نگاهشون به خیزش مردم ایران در اعتراضات اخیر چیه؟ باید بگم که بعد از 40 سال بار اولیه که این کوه یخ بی‌تفاوتی در واقع داره کم کم آب میشه و روشنفکران فرانسوی نویسندگان یا حتی مردم معمولی خیلی حساس شدن به جنبش زن زندگی آزادی، و جالب این که این شعار کم کم داره عملا شعار حتی بخشی از زنها و مردهای غربی میشه. خیلی جالبه، بر اینکه اینها دیروز مثلا از یک دهکده در جنوب غرب فرانسه برای من پیام اومد که جماعتی جمع شدن در میدان دهکده و 30 تا زن گیسهاشون رو بریدن، ریختن در یک کیسه و میخوان بفرستن به سفارت ایران. اینجور حرکت ها اصلا نبود وقتی که ما در این 40 سال که خیلی تنها بودیم، خیلی با بیتفاوتی روبرو بودیم، برای اینکه رسانه‌ها متاسفانه همه چیز رو فقط به پرونده هسته‌ای تقلیل داده بودن. ولی امروز این تصویرهایی که از ایران میاد، نام دخترکان ما که مغزاشون داره با باتوم متلاشی میشه، مهسا، نیکا، این نام‌ها الان آشناست برای غربی‌ها، برای فرانسوی‌ها به خصوص. شما میدونین که انی اغنو که چند روز پیش جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرد، در اولین کلماتی که با هیجان بیان کرد این جایزه رو به دختران ایران و به مبارزه زنان و مردان ایران تقدیم کرد. اینها واقعا بی نظیره. هیچ وقت همچین ما با همچین حمایت گرمی روبرو نبودیم. این هم بگم که در تظاهراتی که در پاریس این چند روز شکل گرفته، خیلی عظیم فرانسوی ها شرکت کردند، زن و مرد، و خب این برای ما واقعا خیلی خیلی دلگرم کننده است. سپاس از شما سرور کسمایی، نویسنده و مترجم، که از پاریس همراه ما بودید.